بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله یگان معبود برحق. به برنامه حقیقت بندگی خیلی خیلی خوش اومدید و بهترین سلام ها و درود ها رو تقدیم حضور شما بینندگان عزیز و گرامی میکنم. با شرح کتاب گرانمایی اصول ثلاثه در خدمت شما بزرگواران هستیم. این کتاب ارزشمند به شرح و توضیح مطالبی در رابطه با سه سوالی میپردازه که در قبر از همه ما میپرسن. البته این مجموعه دروس توسط استاد گرامی جناب شیخ هیثم سرحان، مدرس علوم اسلامی در مدینه و در مسجد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم تقدیم حضور شما بزرگواران شد که همینک میپردازیم به آخرین درس از این مجموعه درس ها. سلام و رحمت و برکات الله بر شما و آخرین درس از این مجموعه درس ها رو شروع و آغاز میکنیم. علیکم السلام و رحمت الله و برکات الله بارک فیکم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وصلنا إلى القسم الخامس على ما قسمنا في هذا المتن المبارك وهو خاتمة هذا المتن المبارك. بقسم پنجم و مسئله پنجم در رابطه با این کتاب گرانمایه رسیدیم که خاتمه و مطالب مربوط به این کتاب ارزشمند هست. ذکرنا في الدرس الماضي الاصل الثالث من اصول الثلاثه معرفه النبي عليه الصلاه والسلام. در درس و برنامه گذشته به این مطلب پرداختیم که سومین اصل از اصول سگانه معرفت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم است که در این رابطه توضیحاتی ارائه شد و انه خاتم الانبیاء والرسل علیهم الصلاه و بیان شد که محمد صلی الله علیه و آله و سلم آخرین پیامبر و فرستاده الهی است. فكل من ادعى النبوه او الرساله بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فهو والله كاذب وكافر كفر اكبر. و قسم به الله که هر کس بعد از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم ادعای نبوت بکنه، سوگند به الله متعال که او دروغگو و کذاب هست و مرتکب کفر اکبر شده. و من یصدق هذا فهو کافر، ایضا کفر اکبر. و همچنین اگر کسی این پیامبر دروغین رو تایید بکنه و تصدیق بکنه، او هم مرتکب کفر اکبر شده و کافر هست. نعم، ذکر المؤلف في الخاتمه وجوب الهجره من بلد الكفر الى بلد الاسلام. در خاتمه این کتاب گرانمایه نگارنده به وجوب هجرت از سرزمین کفر به سرزمین اسلام تصریح نموده. نعم، و ذکر العلماء ان الهجره على ثلاثه اقسام. علما ذکر کردند و توضیح دادند که هجرت بر سه نوع هست. هجره من بلد الكفر الى بلد الاسلام. یک نوع هجرت، اولین نوع از نوع هجرت ها، انواع سگانه هجرت، هجرت از سرزمین کفر به سرزمین اسلام هست. و هذه باقیه الى قیام الساعه. و این نوع هجرت تا برپایی قیامت به قوت خودش باقی است. هجرت از سرزمین کفر به سرزمین اسلامی. الثانی هجره من مکه الى المدینه. و دومین نوع هجرت که علما ذکر کردن از انواع سگانه هجرت، هجرت از مکه به مدینه است. نعم، و هذه الهجره من مکه الى المدینه انقطعت بفتح مکه. و با فتح مکه این نوع هجرت، یعنی هجرت از مکه به مدینه، منقطع شد و پایان یافت. و هذا فيه بشاره من النبي صلى الله عليه وسلم ان مكه لا يمكن ان تعود بلد كفر. و این یک بشارت و نوید و مژده بزرگ از سوی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هست، مبنی بر اینکه مکه دیگر به سرزمینی کفر تبدیل نخواهد شد و به سوی کفر بر نخواهد گشت. و هذه البشاره من النبي صلى الله عليه وسلم هو عليه الصلاة والسلام الصادق المصدوق. و این بشارت از سوی پیامبر صادق و راستگویی است که تصدیق میشه. فكيف نصدق بعض الناس في قول ان مكه اليوم ليست ببلد اسلام. و آیا چطور تصدیق بکنیم سخن اون مدعیانی رو که میگن که امروز مکه سرزمین اسلام نیست؟ پناه بر الله. فمن نصدق النبي صلى الله عليه وسلم او هذا؟ چه کسی رو تصدیق بکنیم؟ این که پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم بشارت دادند که مکه به کفر بر نمیگرده، یا سخن این مدعی که میگه مکه سرزمین اسلام نیست؟ کدوم رو تصدیق میکنیم؟ رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رو یا این مدعیان رو؟ الثالث من انواع الهجره ان نهجر ما حرم الله. سومین نوع هجرت از انواع سگانه هجرت، هجرت یعنی ترک کردن آن چیزی است که الله متعال ازش نهی فرموده. اذن الهجره على ثلاثه اقسام. بنابراین
به این نتیجه و جنبندی رسیدیم که هجرت بر سه نوع هست. من بلد الكفر الى بلد الاسلام باقی الى قیام الساعه. یک، هجرت از سرزمین کفر به سرزمین اسلام که تا قیام قیامت این نوع هجرت به قوت خودش باقی است. هجره من مکه للمدینه انقطعت بفتح مکه. و دومین نوع هجرت، هجرت از مکه به مدینه است که با فتح مکه این نوع هجرت پایان یافت و منقطع شد. الهجره ان نهجر ما حرم الله. و سومین نوع هجرت از انواع سگانه هجرت، هجرت یعنی ترک کردن آن چیزی است که الله متعال ازش نهی فرموده. کیف نهجر ما حرم الله؟ چطور آنچه رو که الله متعال نهی فرموده ازش هجرت بکنیم و ترکش بکنیم؟ نهجر العمل، عمل کردن به آنچه رو که الله نهی کرده، عمل به اون رو ترک میکنیم. والعامل، و همچنین کسی رو که مرتکب اون عمل میشه از او هم فاصله میگیریم و ترکش میکنیم. والازمنه، و همچنین زمانهایی رو که درش معصیت الله متعال هست ازش فاصله میگیریم و ترک میکنیم. والامکنه، و همچنین مکانها و جاهایی رو که درش معصیت الله متعال هست ترکش میگیم. نهجر العمل كل ما حرم الله و تقدم هذا الشرك، و آنچه رو که در بحث هجرت از عمل در اولویت قرار داره به این معنا هست که آنچه رو که الله منع نموده ازش دوری میکنیم که در رأس همه این منهیات شرک قرار داره. و نهجر العامل، و کسی رو که مرتکب عمل بد میشه ترک میکنیم و ازش دوری میکنیم. الشیاطین، شیطانها. والکفار، کافران. والمنافقین، و همچنین منافقان. والملاحده، و همچنین ملحدان. و نهجر الازمن التي احتفل بها اولا بأعياد او ما الى ذلك، و همچنین مناسبت های زمانی رو که اینها جشنش میگیرند به عنوان یکی از انواع هجرت ترکش میکنیم و از همچین زمان ها و مناسبت هایی فاصله میگیریم، مثل جشن ها و مناسبت های خاصی که کافران با دسته ها و گونه های مختلفش دارند. و نهجر الامکنه، و همچنین مکانهایی رو که مکان معصیت و مورد نهی هست اونها رو هم ترک میکنیم. اماکن الشرک، جاهایی رو که درش شرک ارتکاب میشه. اماکن البدع، جاهایی رو که درش کسانی مرتکب بدعت میشن. اماکن اللهو، جاهایی رو که درش عده‌ای مرتکب گناهان و معصیت و فواحش میشن. نعم، متى یغلق باب التوبه، اینجاست که باید بدونیم که چه زمانی دروازه توبه بسته میشه. تغلق التوبه نسال عافیه السلامه اما بطلوع الشمس مغربها او بحضور الوفاء الغرغره. زمان بسته شدن دروازه توبه یا اون وقتی است که خورشید، دقت بفرمایید، از مغرب طلوع میکنه یا اون وقتی است که جان به گلو میرسه. اینها دو زمان بسته شدن دروازه توبه هست. ما هو الطاغوت، اینجاست که باید بدونیم که طاغوت چیه. الطاغوت، قال ابن القیم رحمه الله في تعریف الطاغوت، ابن قیم رحمه الله طاغوت رو اینطور تعریف کرده که ما تجاوز به العبد، عبارت است از طغیان، یعنی آنچه که بنده ازش تجاوز بکنه. یعنی زاد عن المعتاد، اون که یک چیزی از سطح و اندازه خودش بگذره و تجاوز بکنه. یعنی تجاوز الحد المعروف الى اکثر منه، یعنی از اون حد معروف و شناخته شده تجاوز بکنه و از اون مقدار بگذره. من معبود، که شامل معبود میشه. یعنی تجاوز الحد و اخذ یعبد الاحجار، یعنی از حد خودش بگذره و شروع به پرستش چیزی بکنه که از حد گذشته، از قبیل پرستش سنگ‌ها. الاشجار، یا درختان. الكواكب، یا ستارگان. الشمس، یا خورشید. القمر، یا پرستش ماه. الاولیاء، یا پرستش اولیاء. الصالحین، یا پرستش صالحان. الانبیاء و رسل علیهم الصلاة و همچنین پرستش انبیاء و فرستادگان الملائكة. الهی و همچنین پرستش فرشتگان. نعم، او تجاوز الحد في العلماء واطاع العلماء في معصيه الله، یا در پیروی از علما از حد تجاوز بکنه به این معنا و مفهوم که از علما در چیزی اطاعت و پیروی بکنه که اون معصیت الله متعال هست. فلو اطاع العلماء في معصيه الله
فهذا معناه انه تجاوز بهم الحد. لذا اگر کسی در اطاعت از علما از حد بگذره، یعنی از علما در چیزی اطاعت بکنه که معصیت الهی است، او از حد گذشته و به طاغوت روی آورده. او اطاع او تجاوز الحد في الامراء والرؤساء والملوك، و اینکه در اطاعت و فرمانبرداری از حاکمان و زمامداران از اون حد معروف و شرعی بگذره، گویا به طاغوت و طغیان روی آورده. نعم، فلا طاعه للمخلوق في معصيه الخالق. و این یک اصل مهم هست که بیان کردند که در زمینه معصی، در زمین، در جایی که معصیت و نافرمانی الله متعال باشه، در اون از مخلوق اطاعت نمیشه. لا طاعه لمخلوق فی معصیه الخالق، یعنی اگر کاری امر و فرمان مخلوق باشه اما اون کار معصیت و نافرمانی الله باشه، نباید اون کار رو انجام داد. الطواغیت کثیرون، مصادیق طاغوت بسیار هست. و رؤوسهم خمسه، اما سران و سرآمدان طاغوت پنج مورد هستند. الاول ابلیس، اولین سرآمد و رئیس که جزء مصادیق طاغوت هست ابلیس هست. نعوذ بالله منه، از الله، معاذ الله، از شر او به الله پناه میبریم. و طرده الله سبحانه و تعالی من رحمته، الله متعال ابلیس رو از رحمت خودش راند و دور کرد. الثانی من عبد و هو راض، دومین سرآمد و مصداق از مصادیق طاغوت اون کسی هست که راضی باشه که دیگران او رو به غیر الله پرستش بکنند. یعنی عندنا عالم او امام اولی من اولیاء الله، یعنی شخصی عالم یا امامی از ائمه یا ولی از اولیاء الله راضی باشه به این که او پرستیده بشه. و جاء الیه احد الناس و انحنى له بالركوع او بالسجود، بدین شکلی یک شخص بیاد پیشش و در برابر این شخص که ولی از اولیا شمرده میشه یا امامی از ائمه هست، خودش رو کج بکنه و کرنش بکنه در برابر او. فاذا هذا الامام والعالم والولي من اولياء الله انكر هذا الركوع والسجود فهو بحق ولي من اولياء الله. اگر اون عالم، اون ولی یا اون امام این کردار زشت این فرد رو که در برابرش کرنش کرده انکار بکنه، رد بکنه و نپذیره، او به حق یکی از علما یا از اولیا یا از امامان و پیشوایان هست. و ان لم ينكر، اما اگر انکار نکنه، فهو والله طاغوت، گویی به این راضی شده و این شخص ولو اینکه اسمش عالم، اسمش امام و اسمش ولی باشه، او طاغوتی از طواغیت هست. بل من رؤوس الطواغیت، بلکه جزو رؤوس و سرآمدان طاغوت شمرده میشه. الركوع والسجود عباده لا يمكن ان يصرف الا لله، رکوع و سجده عبادت هست و درست نیست که جز برای الله متعال برای کسی یا چیزی دیگر رکوع کرد یا سجده نمود. الثالث من الطواغیت، و سومین رأس از رؤوس و سرآمدان طاغوت از این قرار هست. من دعا الناس الى عبادت نفسه، کسی که مردم رو به عبادت خودش دعوت بده. مثل فرعون، مانند فرعون. فكل من یأمر الناس نسأل عافية السلامة بعبادته، أي بعبادة هذا الطاغوت، فهو رأس من رؤوس الطواغيت وهو كافر كفر أكبر. و هر کس که به عبادت غیر الله دعوت بده، او جزو رؤوس طواغیت و از سرآمدان طاغوت هست که مرتکب کفر اکبر شده. نعم، الثالث من الرابع من الطواغيت من ادعى شيئا من علم الغيب، و چهارمین مورد از مصادیق طاغوت این هست که کسی ادعای علم غیب بکنه، او جزو رؤوس و سرآمدان طاغوت هست. فلو ادعى حتى ولو شيء يسير من علم الغيب، اقول غدا يحدث كذا او تقوم القيامه في يوم كذا، فهو والله كاذب وكافر، وكل من يصدق هذا فهو كافر كفر اكبر. اگر ادعا بکنه به عنوان مثال که فردا چنین و چنان خواهد شد، اندک ادعایی درباره علم غیب داشته باشه، او کاذب، دروغگو و کافر هست، خارج از دایره اسلام هست، و همچنین کسی که او رو تصدیق بکنه و تایید بکنه در این که او چیزی ولو اندک از علم غیب رو داره و میدونه.
الخامس من الطواغيت واما پنجمین مورد از مصادیق طاغوت من حكم بغير ما انزل الله این اون کسی هست که مطابق حکم الهی حکم نکنه مطابق آنچه که الله فرو فرستاده حکم نکنه معتقدا البته با این شرط که اعتقاد به صحت این رویکرد خودش رو داشته باشه ان حکم هؤلاء احسن من حکم الله و اعتقاد داشته باشه که حکم غیر الله معاذ الله از حکم الله بهتر هست او مساوی لحکم الله یا حکم غیر الله مساوی و همتا و همتراز حکم الله متعال او ان حکم الله لا يصلح یا معاذ الله اعتقاد داشته باشه که حکم الهی صلاحیت نداره و شایستگی این رو نداره. اذا اعتقد هذا فهو كافر كفر اكبر. کسی که همچین اعتقادی داشته باشه این اعتقاد او کفر اکبر هست و این چنین شخصی کافر هست. لكن اما لو قدم حکم القوانین او الطواغیت لهوا في نفسه او حب الرئاسه او منصب فهو كفر اصغر غير مخرج من المله. اما اگر کسی مطابق حکم الهی حکم نکنه و به عبارت دیگر حکم غیر الله رو در اجرا و تنفیذ بر حکم الهی مقدم بکنه به خاطر هوا و هوسش به خاطر محبت ریاست و جاه طلبی خودش و با همچین توجیهات و همچین روی کردی این کفر اکبر نیست کفر دونه کفر هست یعنی کفر اصغر هست و شخص از دایره اسلام خارج نمیشه نعم ثم ذکر المؤلف رحمه الله تعالی حدیث النبی صلی الله علیه و سلم سپس مؤلف حدیثی از مؤلف کتاب گرانمایه اصول ثلاثه حدیثی از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم رو ذکر کرده رأس الامر الاسلام این که رأس امر رأس امور اسلام هست یعنی لو قطعنا الرأس مات الجسد به عبارت دیگه اگر دقت بفرمایید یک تشبیه هست اگر سر زده بشه و قطع بشه دیگه جسم و جسد ارزشی نداره اسلام حکم رأس رو داره و عرفنا الاسلام و اسلام رو برای ما معرفی کرده و مراتب الدین الثلاثه مراتب سگانی دین رو برای ما بیان نموده الاسلام و الایمان و الاحسان که عبارت است از اسلام ایمان و احسان و عموده الصلاه و عمود یعنی ستون دین و ستون اسلام نماز هست نعم يعني الاعمده التي يقوم عليها البناء الصلاه فلو اسقطنا العمود انهار البناء و این ستون اگر وجود داشته باشه ساختمان اسلام محفوظ هست و میمونه و اون شخص مسلمان است اما این ستون که نباشه همه ستون ها و اون ساختمان فرو میپاشه و ساختمانی در کار نیست اذا لابد نحافظ على هذا البناء بالمحافظه على الصلوات المفروض الخمس وقتی که میخوایم این بنا و ساختمان رو حفظ بکنیم حتما باید این ستون رو حفظ بکنیم که همون نمازهای پنجگانه هست و اعلاه الجهاد فی سبیل الله و بالاترین نقطه و بالاترین بخش این ساختمان جهاد هست من نجاهد فی سبیل الله با چه کسانی در راه الله جهاد میکنیم تجاهد اشیاء اربع با چهار مورد تجاهد اولا النفس یک مجاهده نفس با نفس خودت جهاد میکنی ثم الشیطان سپس با شیطان ثم الكفار والمنافقين سپس با کفار و منافقان ثم تجاهد البدع والمنكرات والمعاصي سپس با بدعت ها و معصیت ها مقابله و جهاد میکنی تجاهد النفس با نفس مجاهده میکنی بسوره العصر بالعلم والعمل والدعوه والصبر با اون مواردی که در سوره مبارکه عصر بیان شده علم عمل دعوت و صبر و شکیبایی بر همه اینها و بعض الناس يريد ان يجاهد الكفار على العلم والعمل والدعوه ولم يصنع شيئا من هذه الاشياء برخی از مردم میخوان با کفار جهاد بکنن و هیچ یک از این اشعار و هیچ یک از این موارد رو یعنی علم و عمل و دعوت رو و صبر رو ندارند و به هیچ یک از این سلاح‌ها مسلح نشدند الثاني جهاد الشيطان و سومین مورد جهاد با شیطان هست جهاد الشيطان يكون بترك الشهوات والشبهات جهاد با شیطان دو بخش داره ترک شهوت ها دوری از شهوت ها و همچنین دوری از شبهات نعم تترك الشبهات یعنی البدعه والشرك والشرك الاكبر والاصغر ترک شبهات عبارت است از ترک شرک و همچنین شرک اکبر باشه و شرک اصغر باشه والبدع و همچنین بدعت ها که در ضمن همین مفهوم میگنجه وترک الشهوات و ترک شهوات ها عبارت است از الصغائر والكبائر
گناهان بزرگ و گناهان کوچک. و تجاهد الكفار الثالث. و سومین مورد از موارد چهارگانه جهاد، جهاد با کافران هست. بالقلب، جهاد با قلب. اعتقاد، جهاد اعتقادی. و باللسان، و به زبان. الدعوه الى الله، با دعوت دادن به سوی الله متعال. و بالجوارح، و جهاد با کافران همچنین معنا و مصداقیت پیدا میکنه با جهاد به وسیله اعضا و جواره. و بالمال، و همچنین با مال. مثلا يدفع بعض الاموال لشراء بعض الرسائل التي توزع على الكفار للاسلام للدعوه للاسلام. که از جمله این موارد در بحث جهاد با کافران با مال میشه این رو ذکر کرد که فردی مجموعه کتابهایی در عقیده صحیح تهیه و خریداری میکنه و در بین کافران توزیع میکنه تا اونها رو به سوی اسلام دعوت بده. الرابع من اقسام الجهاد، جهاد البدع والمنكرات والمعاصي. و چهارمین مورد از موارد چهارگانه جهاد، جهاد با بدعت ها، معاصی و گناهان هست. التغییر بالید، که عبارت است از تغییر اون منکر با دست به صورت عملی و اجرایی. نعم، و هذا يكون للسلطان، و این برمیگرده به سلطان و جزء اختیارات و حدود وظایف حاکم شرعی است. نعم، و من والله السلطان، و مربوط به کسی است که الله متعال زمام امور رو به او داده، زمام امور مسلمان ها رو و زمامداری و حکومت داری رو. الثانی التغییر للمنکرات والبدع والمعاصی باللسان. و دومین مورد از موارد تغییر منکرات با زبان هست که انسان با زبان منکری رو انکار بکنه. یکون للعلماء و طلاب العلم، و این وظیفه علما و دانشجویان علوم اسلامی است. الثالث، و سومین مورد تغییر بالقلب و انکار بالقلب، انکار منکر با قلب هست. و نعم، وهذا اقل ما يكون، هذا لا يمكن يخلو عنه مسلم، لابد ينكر كل مسلم بقلبه. كين كمترين درجه ايمان هست و مربوط و جزء وظایف همه مسلمون هست که به قلب منکرات رو انکار بکنند و بد بدونند. وبهذا ولله الحمد تم هذا المتن المبارك، واسال الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى وأن يختم لنا ولكم بالتوحيد. بدين ترتيب به پایان شرح کتاب گرانمایه اصول ثلاثه رسیدیم. سه اصل و بلکه سه پرسش اساسی که از همه ما در قبر میپرسند. در خدمت استاد گرامی جناب شیخ هیثم سرحان بودیم که در رابطه با سه سوال قبر که همون اصول سگانه هست، متن کتاب گرانمایه اصول ثلاثه رو برای ما توضیح دادند که امیدوارم مورد توجه و عنایت همه شما بزرگواران قرار گرفته باشه. و قبل از همه اینها الله متعال از ما و شما این عمل رو بپذیره. ممنون و سپاسگزارم که با ما همراه بودید. یکایک که شما بزرگواران رو به الله یگانه معبود بر حق می سپارم. الله نگهدارتون.